ظاهراً درس بخش تجزیه و تحلیل کلام به پایان رسید. حالا چند تا سوال از سوالات کنکور ارشد داریم که جواب میدیم با هم. این سوال مال سال 97 است. Which of the following is related to the maxim of quantity? اصل کمیت. در اصل کمیت گفتیم اون چیزی که لازم هست بده، اطلاعاتی که لازم هست بده، نه کم نه زیاد. حالا ببینیم در این مثال هایی که اینجا آورده کدومش به این کوانتیتی یا کمیت مربوط میشه. Kathy is cooking tonight. A این رو میگه. B در جواب میگه Better stock up on Alka-Seltzer. A میگه که آشپزمون امشب کتی هست. کتی غذا درست میکنه. بی میگه بهتره که بیرون غذا بخوریم. یعنی دوست نداره دست بخوره کتی رو. خب اینجا راجع به کوانتیتی چیزی نداریم. ایمپلیکیچر داریم به طور ضمنی. داره میگه که من از دست پخته کتی خوشم نمیاد. How can I develop a great body like yours? Choose your parents carefully. خب این سوال میکنه از یک نفر که بادی بیلدر هست، بدنش تقویت کرده با ورزش. حالا میگه چطور میشه که من هم بدنم مثل بدن تو بشه. میگه پدر مادر تو با دقت انتخاب کن. که این اصلا هیچ ربطی به اون موضوع نداره. پس اینجا ماکسیم آف ریلیونس هست که رعایت نشده. پس این هم کوانتیتی نیست. You're soaked. It must be raining pretty hard outside. You're a regular Sherlock Holmes. یعنی از شرایط حالا دک میکنی که بیرون چه خبره. این هم باز کوانتیتی نیست. بس میمونه آخری. Hey John, what are you reading? A book. خب ببینی کسی که سوال میکنه میبینه که جان کتاب دستشه و داره میخونه و ازش میپرسه چی داری میخونی؟ خب کتاب رو میبینه دیگه. اطلاعاتی که جان در اینجا میده، میگه a book، اطلاعات کافی نیست. پس این رو میتونیم بگیم که کوانتیتی است. حالا من میبینم تو کتاب، میخوام ببینم کتاب راجع به چیه، موضوعش چیه، چی داری میگونی، رمان هست، کتاب درسی هست، چی هست، این رو داره میپرسه. و این میگه اپو. پس شماره 4 جواب. Sentences like she was sort of excited or his hair was kind of oily are examples of hedges on the blank maxim of the cooperative principle. یه چیزهایی میگه sort of excited، تا حدودی، a kind of، یه جوری. اینها در واقع هج هستن. خود سوال هم گفته که هج هستن و قبلا هم گفتیم هج این عبارات احتیاط‌آمیز مربوط میشه به اصل کیفیت. پس اینجا هم کوالیتی جواب هست. سال 98. در گفتگوی زیر گوینده جمله به تلاش می کند کدام اصل گرایس رو رعایت کند. از اون 4 تا اصل گرایس یکی شو می خواد اینجا رعایت بکنه. چی هست؟ الف میگه علی از شرکت اخراج شده است. ب
میگه من خودم از زبانش نشنیدم، این طور میگویند، یعنی مطمئن نیستم. باز اینجا عبارت احتیاط آمیز به کار برده، نمیخواد دروغ بگه و نمیخوادم که اون مطلب رو نگفته باشه. پس این هم باز کوالیتی هست. سوال چویس سه. سال 99. In the following conversation, which maxim is violated and what could be the possible implicature? خب یکی از این اصول گرایس رعایت نشده و خب وقتی رعایت نمی کنیم یه implicature، یه برداشتی از اون میشه کرد. What did you think of the lecture? They said, what are you reading? Well, I thought the lecture hall was big. So, آقا رو مستقیمن جواب نمیده. نظرت راجع به اون سخنرانی چی بود؟ دیگه سالن سخنرانی بزرگ بود. یعنی چی؟ این دیگه مشخصه، ارتباط نداره به گفته، ریلیشن هست و ایمپلیکیچرش ممکنه این باشه I'm not quite interested، من از اون سخنرانی خوشم نیومد و خیلی علاقه مند نیستم، در نتیجه نامربوط جواب میدم. این از قسمت دیسکورس انالیسیس. حالا میرسیم به یه فصل جدید از کتاب. Language and the Brain. میخواییم رابطه مغز و زبان رو بدونیم. فعالیت‌های مغزی در تولید زبان چگونه هست؟ از یول صفحات 174 تا 184، فرانکن رادمن و هایمز صفحات 446 تا 463، و در این قسمت با نیورو لینگویستیکس سر و کار داریم، عصب شناسی زبان. میخواییم راجع به مغز و رابطه اون با زبان صحبت کنیم با علم نیورو لینگویستیکس. نیورو مربوط به عصب هست، نروز، نیورو، نیوران، و لینگویستیکس هم که خب درسمون مطالعه زبان هست. بعد مطالعه زبان در رابطه با اعصاب و مغز. تعریفی که کتاب داده: The study of the relationship between language and the brain. رابطه بین مغز و زبان رو میخواییم مطالعه بکنیم. ببینیم چه رابطه ای اینجا میتونیم دریافت بکنیم. در اینجا یول اشاره میکنه به یک تصادفی که در 1848 اتفاق افتاده و یه مقدار اطلاعاتی در مورد مغز به ما داده هست. ببینید ساختمان مغز با اندامهای دیگر بدن فرق میکنه. اندامهای دیگر بدن امکان بهبود دارن. اگر فرض کنید ماهیچه بریده میشه، بعد از یه مدتی خوب میشه، استخون میشکنه، بعد از یک مدتی میچسبه، خوب میشه. ولی مغز اینجوری نیست. اگر آسیبی به مغز برسه، خودش رو نمیتونه بازیافت بکنه و بهبود پیدا بکنه. اون علتی که در مغز ایجاد شده، آسیبی که بهش وارد شده، میمونه.
و این مطالعه مغز رو خب مدت ها سخت میکرده. الان راجع به قرن 19 هم داریم حرف میزنیم و اون موقع واقعا امکان مطالعه مستقیم مغز وجود نداشت. اندام های دیگر رو خب تشریح میکردن، میبریدن، بخیه میزدن و میفهمیدن که کار کردش چجوری هست، ولی در مورد مغز این کار رو نمیشد کرد، برای اینکه آسیب نمیتونستن وارد بکنن به مغز چون ماندگار میشد اون آسیب. خب در نتیجه متکی بودم به بعضی تصادفات، تصادفی بشه مغز آسیب ببینه، بعد ببینن چه اتفاقی افتاده و کدوم قسمت مغز هست که آسیب دیده و چه عوارضی داشته، یا در بعضی موارد در سکته های مغزی آسیب به مغز میرسید، مطالعه میکردن که ببینن حالا چه اتفاقی میفته. خب یکی از اون تصادفاتی که راجع به مغز اطلاعاتی به انسان داد، تصادف مربوط به فینس پی گیج هست. فینس پی گیج یه سرکارگری بود که در کارهای جاده سازی کار میکرد و اون موقع جاده ها رو که میخواستن بسازن، خب میرسیدن به صخره های بزرگ، سنگ های بزرگ که نمیتونستن اونها رو راحت جا به جا بکنن، در نتیجه باید اینها رو منفجر میکردن. هنوز هم از این کارها میشه، منفجر میکردن تا تکه تکه میشد، کوچکتر میشد و قابل حمل تر میشد. و برای این کار خب در اون صخره سوراخ ایجاد میکردن و این سوراخ رو پر ماده منفجره میکردن، باروت میریختن توش و بعد از دور با یه فتیله ای این رو روشن می کردن، منفجر می شد و سنگ خورد می شد. در یکی از این کارها گیج سوراخ رو ایجاد کرده بود و اون مواد منفجره باروت رو ریخته بود توی اون سوراخ و معمولا این رو با یک میله آهنی فشرده می کردن در اون سوراخ، می کوبیدن که می رفت با این فشرده می شد تا انفجارش شدیدتر بشه و سنگ رو بتونه بشکنه. در همون حال که با این میله ماده منفجره رو می خواست فشرده بکنه در سوراخ، تصادفاً انفجار صورت می گیره و این میله که دست او بود در اثر انفجار میاد از صورت او، از گونه او وارد میشه و از سرش میاد بیرون، از پشت چشم چپش. بعد چشم چپش خب نابینا شد، از بین رفت و یک سوراخی از اینجا تا سر ایجاد شد، مغز هم یه مقداری آسیب دید. اون موقع فکر میکردن که حالا ممکنه این فرد زنده نمونه چون مغز آسیب دیده، ممکنه دیگه نتونه حرف بزنه، آسیبی به مغز رسیده و ممکنه تکلمش رو از دست بده. ولی وقتی معالجه شد این فرد، دیدن که نه، هم داره حرف میزنه هم زنده موند و بعد از اون تصادف حدود 11 سال و اینا هم زندگی کرد و این اطلاعاتی به دانشمندان داد که نه، همه قسمت های مغز اونجوری مربوط به فعالیت های اصلی بدن نیستند. حالا اینجا که آسیب دیده زندگی همجور ادامه داره، طرف حرفش هم میزنه، معلوم میشه که
مغز قسمت های خاصی داره، کارهای خاصی رو انجام میده به صورت تخصصی، و اینکه یک طرف آسیب دید تمام فعالیت های مغز از بین نمیره. از این فینس و تصادفش این اطلاعات رو به دست آوردیم. حالا یک استراحتی بکنیم، برگردیم و اون قسمت هایی از مغز که مربوط به زبان میشه رو بررسی بکنیم.